به دانش آموزان گروه انسانی، همرشته های من و با افتخار. عزیزان من، میخوایم در مورد طرح نکته و تست انسانی صحبت بکنیم و با همه اطلاع رسانی که کلاسی نو کرد و صحبت هایی که من سر کلاس های کردم، هنوز دانش آموز انسانی بعضی هاشون هنوز آگاه نیستن که قراره چی کار بکنن و برنامه شون چیه. خب قبل از شروع برنامه نکته رو یادآوری کنم و از شما خواهشمندم در این دقایقی که با هم هستیم سراپا چشم و گوش باشیم و حرفایی که من مخصوصا در دقیقه رو به اول میزنم رو خیلی جدی بگیرید. حالا یا با ما درس خوندید یا نخوندید، یا درس نخوندید تا الان، یا دانش آموز قوی هستی که من افتخار تدریس به تو رو نداشتم. عزیزان من، سراپا چشم و گوش باشید ببینید چی میخوایم بگیم. ما برای دانش آموز گروه انسانی یک طرح اردیبهشت قرار دادیم. عالی، گوش کنید. طرح اردیبهشت ما حدوداً 9 هفته است. آقا مگه از اردیبهشت آخر خرداد 8 هفته نیست؟ یک جلسه حتما جلسه مضاف بهش میخوره. عزیزان من، ما در این 9 هفته قراره چی کار کنیم و برنامه‌مون چیه؟ و امروز در از هشداریه برای اردیبهشت و اینکه انسانی باید چه مسیر رو طی کنه. اصلا امروز بحث ما صرف تدریس نیست. خب ما در ادبیات عمومی 2 گروه اعلام شده، طرح اسفند و طرح اردیبهشت. این عمومی که امروز برگزار شد و من هم در کلاس اعلام کردم، هم امروز قبل از کلاس ها استوری کردیم و تأکید کردیم که دانش آموز انسانی امروز از ساعت 17 باید سر کلاس بنشسته. منتها اومدیم با کلاسی نو به این نتیجه رسیدیم که دانش آموزی که در طرح اختصاصی انسانی ثبت نام میکنه، کلاس های نکت و تست عمومی براش رایگان باز میشه در درس ادبیات. یعنی شما با ثبت نام در طرح اختصاصی ادبیات میتونید یا در طرح اسفندی که امروز برگزار شد یا در طرح عمومی اردیبهشت ما هم شرکت کنید و ساعت اختصاصی از عمومی جداست. عمومی شما اگر طرح اسفند باشه از ساعت 17 است، از ساعت 17 تا حدود ساعت 20، 3 ساعت. عمومی شما در چه روزی؟ یک شنبه. عزیزان اینا رو قشنگ گوش کنید. اصلا امروز علت ارتباط گرفتن این مقدار یک ساعته با شما هشدار رو اینهاست. بعد بگیم میخوام چه کار کنیم. امروز میخوام نقشه راه رو به شما نشون بدیم. عزیزان من، پس اگر شما خواستید اختصاصی انسانی که ثبت نام کردید، میتونید یکی از این دوتا رو هم اون گروه وارد بشید، یا طرح اسفند در عمومی که یک شنبه ساعت 17 تا 20، یا در طرح عمومی اردیبهشت خارج از این ساعت، ساعت روز پنج شنبه، روز پنج شنبه ساعت 10 صبح تا ساعت 13. پس این در اردیبهشت ما برگزار میشه، این در طرح اسفند برگزار شد. میمونه فقط اختصاصی انسانی در طرح اردیبهشت که فقط یه اختصاصی ما داریم، اون در روز یک شنبه از ساعت حدود 20:15 دقیقه تا حدود 11، همون 23 یا 23 و یعنی 3 ساعت اینجا برنامه است. پس اینا رو جدا کن از هم. حالا دانش آموز انسانی میگه استاد ما اختصاصی نمیتونستیم اسفند داشته باشیم. استاد من اون موقع اینجوری هم. خوب گوش کن، اول راه رو بهت نشون میدم. عزیزان من، شما با ثبت نام در اختصاصی انسانی کلاستون در اردیبهشت ما برگزار میشه. امروز هم اگر کلاسی الان تو این ساعت یک ساعت برنامه باز کردیم، خواستیم موازی رو بهت نشون بدیم. خب و شما با ثبت نام در اختصاصی انسانی در یکی از دو طرح عمومی، حالا یا اسفند یا اردیبهشت، شرکت خواهید کرد. اگر در طرح اسفند شرکت کنید ساعت 17 تا 20، اگر در طرح اردیبهشت ما شرکت کنید پنج شنبه ها ساعت 10 تا 1.
اختصاصیتون هم که ثابته، یک شنبه در اردیبهشت ماه این تایم. قشنگ گوش کن، یعنی تدریس من مهمتره اونقدر که حالا دانش آموز انسانی میگه استاد چرا حالا ما این کارو کردیم؟ به من گوش کنید آقا، ما میتونستیم در همین جایی که اردیبهشت ماست 3 ساعت برنامه بزنیم بگیم انسانی اینجا هم عمومی بشنوه هم اختصاصی. عزیز من، این که ما اومدیم اختصاصی رو برات وا کردیم و گفتیم این دوتا رو هم با هماهنگی کلاسینو به این نتیجه رسیدیم که کمک مضافتر بر تو بکنیم، برای اینکه تو یه گروه مباحث رو در عمومی یاد بگیری و در اختصاصی بارت سبکتر باشه. یکتا نیاد در عرض 3 ساعت هم عمومی بگه هم اختصاصی، بعد تو بگی آقا مثل تجربی ریاضی نشد که میگن اونها از اسفند 3 ساعت داشتن، ما در اردیبهشت ما تازه 3 ساعت داشتیم تو 8 هفته، اونها 14 هفته. کلی حرف و حدیث. خب اما حرکت بعدی قبل از اینکه تو سوالی بپرسی، حالا استاد اگر من بخوام شرکت کنم به نظرتون کدومو شرکت کنم؟ من به جات باشم دانش آموزی که خیلی قویه، یا ما افتخار تدریس پیش داشتیم یا نه ذاتاً قویه، من جسارت نمی کنم، یا هر جایی درس خونده، اگر میخواد بشینه اون ترش درست. من عقیدم اینه که 95% شما انسانی ها چند حالتی دیگه نگاه کنید، یا خیلی ضعیف، من میذارم اسمشو صفر، یا روبه متوسط. روبه متوسط کسیه که یه چیزایی بلده ولی فکر میکنه قویه، یا متوسط، حتی کسی که ما بین متوسط و عالیه، یعنی خونده ولی هنوز مباحث یه جایی گیره. من به جاش باشم تو تر اسفند عمومی که امروز برگزار شد میشینم، به دو دلیل. اولا حجم مطالب رو یه باری نمیکشونم به اردیبهشت که هم عمومی هم اختصاصی، فشار اون موقع به خودم نمیارم. خوب گوش کنید، و من میام در تر عمومی اسفند که امروز بود و تشکیل شد و امیدوارم همه حضور داشتید، میشینم و از ساعت 17 تا ساعت 20 طرح نکتو تست اسفند رو میشینم. پس تو نکتو تستت شروع شده. این 5% که نگه داشتم شامل کسانیه که همین الان درصدشون در کنکورهای آزمایشی زیر 70 حداقل نباشه. حالا ممکنه تو دوبارم 50 بزنی ایران نیست، ولی میانگین 70-80 همین حدود. بازم اگر اون 70-80 فکر میکنه که فشار تو در اردیبهشت ما بهش میاد، بیاد در تر عمومی اسفند بشینه و کل مطالب رو با ما یاد بگیره و اختصاصی خودشو در اردیبهشت ما میشینه و از یک سو عمومی رو تا زمان اردیبهشت ما به یه نقطه اوجی رسیده و فقط در اختصاصی عمومی. یعنی ما در اصل با این باز کردن اختصاصی عمومی شما رو، یعنی دانش آموز تجربه ریاضی عمومی رو باید جدا ثبت نام بکنه، ولی شما با حضور در تایم اختصاصی که ثبت نام میشید یکی از این پنل ها برای شما باز میشه، شما یکی رو انتخاب میکنید، یا در عمومی اسفند یا در عمومی اردیبهشت ما میشینید. خب نکته بعدی، این شد اصل مسئله، قشنگ گوش کن. اما عزیزان من، اگر ما اختصاصی رو هم در اسفند شروع میکردیم کار درستی بود؟ به عقیده من، ما میتونستیم به ظاهر هم در شبیه تجربه ریاضی بگیم یه اختصاصی در اسفند، اما خب میخوام الکی میرفتیم مسیر رو. چرا؟ بگم چرا. اینجا رو نگاه کنید، ما در طرح، قشنگ گوش کنید، اینو از دست مهمتره، ما در طرح عمومی اسفند که شامل همه رشته هاست از جمله انسانی، چه چیزهایی رو آموزش میدیم و تست میزنیم؟ نگاه کنید، یک، آرایه، چند سوال؟ 4 سوال. 2، قرابت معنایی، چند سوال در از 25 سوال؟ 9 سوال. 3، دستور زبان فارسی، چند سوال؟ 5 سوال. 4، لغت، چند سوال؟ 3 سوال. 5، املا، چند سوال؟ 3 سوال. و 6، تاریخ ادبیات، تاریخ ادبیاتی که فقط در کتاب 10، 11، 12 اسمش علوم فنون نیستا نوشته، اونو منظورمونه.
این که بالا پایین نوشته یک سال. شما اینا رو در تر عمومی آموزش میبینید. قشنگ گوش کنید. نکته رو گوش کن. حالا ببینین تر عمومی رو اگه در اسفند بشینی چقدر در اختصاصی تو جلوی اینجا رو نگاه کنید. اختصاصی رو چیکار میکنیم حالا؟ ما شما زمانی که در تر اختصاصی میشینید سوالات چیه؟ اسم اختصاصی اسمش هست علوم و فنون، ولی سوالات رو ببینید. یکی مبحث وزنه، مبحث قافیه است، مبحث سبک شناسی و تاریخ ادبیات. خوب گوش کنید. گرچه در اختصاصی 4 آرایه خواهید داشت و 5 دوباره قرابت خواهید داشت. نکته رو گوش کنید. یعنی ما در 2 قسمت مشترکیم، آرایه قرابت. یعنی عمومی میاد به کمک اختصاصی. یعنی شما وقتی در عمومی ادبیات میشینید اختصاصی ادبیات شما چند تا آرایه داره؟ 6 تا 7 تا. قرابتون هم یا 5 یا 6، پس دیگه حالا به تعداد سوال. 5 تا 7 تا حساب کنی میشه 12 تا. 12 تا از 30 تا 40%. 40% یادگیری اختصاصی شما به عمومی برمیگرده. قشنگ گوش کن. 40% یعنی شما وقتی در عمومی میشینید عملا 40% اختصاصی رو آموزش دیدید. اختصاصی دیگه له شده است. و من اگر آرایه و قرابت رو اول در تر عمومی تموم نکنم و تو مستقیم در اختصاصی فقط می نشستی عقب بودی. شما در زمان اختصاصی کارمون چیه حالا؟ خوب گوش کن، این از درس دادن من مهمتر. عزیزان من، شما در تر اختصاصی وزن 6 الی 7 سوال، قافیه 1 الی 2 سوال، 2 سوال، تاریخ ادبیات 9 تا 10 سوال، اصلا 10 سوال، 6 تا 2 تا 10 تا 18 تا، 60% سوال کنکور. و ما اگر در اردبیلش ما فقط این 3 تا رو آموزش بدیم تو له میکنی ادبیات رو. تا 1 تا میومد در اختصاصی هم اینا رو درس میداد هم اینا رو درس میداد، تو اصلا احساس میکردی تموم نمیشه. حالا آیا آرایه های عمومی دقیقا همون اختصاصیه؟ 90%. بله. یه گروه نکات داریم که در آرایه مخصوص فقط انسانیه، یعنی مربوط به اختصاصی انسانی. بچی شما استاره رو در ساعت عمومی با تجربی و ریاضی میخونید، ولی انواع استاره رو فقط انسانی میخونه. پس اینو همه میخونند، اینو انسانی. 2، شما تشبیه و ارکان تشبیه رو در ساعت عمومی در نکته و تست میشینیم و انواع تشبیه رو اینجا آموزش میبینیم. شما یه گروه آرایی دارید مخصوص خودتونه و بسیار ساده و بسیار از پس تست میشه ساده بر اومد. لف و نشر 3 خودش، ترسی، موازنه، تشبیه، تفصیل. خلاصه جمع بکنی این موارد و یکی دو تا موارد ریز دیگر رو فقط انسانی داره. یعنی شما عملا 90% آرایه ها رو 90% آرایه ها رو در کجا آموزش میبینی؟ در عمومی. و در اردبیلش ما این باقی مونده ها رو آموزش میبینی. 10% بقیده من بیشتر کار نیست، 10 تا 15%. تازه شما این چیزایی که میخوای اینجا یاد بگیری اینا رو یاد گرفتی، فقط میخوای بگی انواع. تازه گفتن انواعش برای ما نیم ساعت هم نمیشه، چون از همونها خارج میکنی. لف و نشر و ترسی و موازنه و اینا رو هم کنار هم بذاری فشار بدی یه آرایه جوندار حساب نمیشه. اصلا اینا رو میشه در 5 دقیقه 10 دقیقه گفت و تو هر تستی رو درست بزنی. پس عزیزان من، شما با شرکت در در نکته تست اسفند، پس انسانی ها، من به جای انسانی قوی هم باشم
فکر کن یک تا خودش کنکور داره. میام در تره ارده اسفند شرکت میکنم و با شرکت در تره اسفند اینا رو که آموزش میبینم، وقتی به اختصاصی میرسم میفهمم که آرایه ها تموم شده است، این باقی مونده ها رو قرار یکتا در اختصاصی به من بگید. قرابت هم آنچه که در عمومی میشنوید همون در اختصاصی سوال میاد. یعنی قرابت هم اینجا یاد گرفتید. شاید حالا یه باری بیام یه صفحه هم به شما بگیم اینها فقط مخصوص انسانیه، ولی 95 تا 98 درصد قرابت این بره. و شما اگر در تر اردیبهشت هم عمومی و اختصاصی رو درست از هم جداست بشینی، یه باری نگاه کنید دانش آموزی که تر اسفند نشسته آرایه ها رو در تا اردیبهشت 90 درصد رو تموم کرده، ولی تو داری یه گروه در عمومی و اختصاصی میشنم یا ممکنه فشار داشته باشی. شما قرابت معنایی رو داری در اردیبهشت تازه میشنوی، اما دانش آموزی که تر اسفند نشسته حداقل نصف قرابت رو رفته و شما با شرکت در تر اسفند زمان رو خریدی و تسلط رو زمان داری. میدوارم قشنگ لمس کنی من چی میگم. امروز اعلام کرده بودن که آقا بیایم برای انسانی اختصاصیش 3 ساعت برنامه بذاریم، مثلا 17 تا 20 دانش آموز انسانی عمومی بشینه، 20 تا 23 خب این دانش آموز ببخشید جسارت میکنم من یکتا باشم، کارم آموزشه، کارم ادبیات، من باشم حالم بد میشه 6 ساعت پشترم، بله ممکنه بار همایش باشه ایراد نیست، کارگاه باشه ایراد نیست، ولی هر هفته بشینه خب له میشه. و درنش گفتم نه آقا شما لطف کنید اونو جدا کنید، فقط یک ساعت برای من برنامه باز کنید که من به انسانی بگم تو قراره چی کار کنید. خب استاد من امروز اشتباه کردم، نفهمیدم که باید در تایم اول شما شرکت میکردم. ایراد نیست، ما جلسه اول شبیه لاک‌پشت رفتیم، یه دوتا آرایه گفتیم، استعاره و تشخیص و یه گروه تست زدیم، توی مبحث دستور زبان فارسی شروع کردیم و 3 تا نقشه رو با چند حاشیه گفتیم که اون آفلاین در اختیارت قرار میگیره و در هفته بعد مرورم خواهیم داشت، پس نگرانمون نباش. پس تو از هفته بعد کلاس نکتو تستت شروع شده روز یک شنبه ساعت 17. ساعت 17 استاد ما که با شما طول سال کلاس داریم و هنوز کلاسمون ادامه داره تا پایان اسفند، شاید شما 2-3 هفته کوچولو اذیت میشه دیگه، میگه استاد قبل کلاس داشتم الان خستم، ایراد نیست اصلا یه برنامه‌ای آخر تایم بعدی ما رو آفلاین ببین. اون دیگه با خودته، 2-3 هفته کسی له نمیشه، جسارت میکنم. خب حالا تا اینجا استاد من فهمیدم باید چی کار کنم و من قرار شد در تر عمومی شما بشینم اینا رو آموزش ببینم و زمانی که اختصاصی شما در اردیبهشت شروع میشه من آرایه‌ها رو آمادم به غیر از این چند تا رو، من قرابت رو آمادم به غیر از گفتید چند نکته‌ای که ممکنه فقط مخصوص انسانی باشه، من حدود میتونم ادعا کنم که 40% با یاد گرفتن عمومی آماده اختصاصی هم. حالا در تر اختصاصی نگاه کنید، پس یک تا 9 هفته 3 ساعته برای اختصاصی بذاره دیگه له میکنیم. چرا؟ چون ما در ساعت اختصاصی ادبیات سوالامون این هاست، نگاه کنید نوشتم یه بار دیگه بنویسیم، یکی آرایه است 7 سوال، قرابت 5 الی 6 سوال، من کمترشو می‌نویسم، و بعد وزن و 6 الی 7 سوال، قافیه 2 سوال، و سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات 9 الی 10 سوال که من اینو 10 تا میزنم، این 18 تاست و من 12 تا رو در عمومی آموزش دیدم و تست دادم و فقط یه 10% از این مباحث در اردیبهشت ما بهم آموزش داده میشه و من تو کلاس اختصاصی خیلی ساده و راحت در قسمتی شرکت میکنم که دیگه درگیر قرابت نیستم، درگیر به معنی واقعی آرایه نیستم، درگیر اساسی من وزنه که استاد باش خیلی مشکل دارم، قافیه است، سبک‌شناسی بده. و این کاری بود که از من برمی اومد، چون گفته بودن انسانی در اختصاصی عمومی با هم بشینه، گفتم آقا اگه میشه بچه تجربی ریاضی 14 هفته 3 ساعته بشینه فقط برای عمومی در اونایی که تر اسفنده، بعد دانش آموز انسانی در ساعت اختصاصی بیاد بشینه 8 هفته 9 هفته 8 هفته معمولیه دیگه، تا دیگه نوع جلسه بود مضاف بذاریم 8 هفته 3 ساعته میشه 24 ساعت یعنی دانش آموز انسانی عمومی و تخصصی رو 24 ساعت بشینه و دانش آموز تجربه ریاضی
که ادبیاتش فقط عمومیه، مثل انسانی دوره اختصاصی هم نیست، اون دو برابر فقط اختصاصی انسانی بشینه. البته اینی که به شما میگم اینا در مخالفت نگفتن، من از دید کارشناسی براشون صحبت گفتن، آره ما از این زاویه ندیده بودیم، وگرنه کلاسینا آماده است که به تو کمک کنه، اصلا خارج از عنوان، اصلا پیش قدم میشه. من یک نکته تا الان نگفتم به کلاسینو بگم فوق العاده بذارم، منم فلان بکنم، بگه آقا نیست، میگه آقا تا میتونی میخوایم این کارو انجام بدیم. پس عزیزان من، ما نمیگیم ریزعلی هستیم، پتروس هستیم و ما بهترین هستیم، اینا رو بذاریم کنار. من میگم تابع باش. ما یک مصاحبه از دانش آموز رتبه 95 کنکور سال قبل، خودشون اصرار کردن که استاد یک مصاحبه داشته باشیم، اعلام کرده تو اون صحبتش که من تا تر اسفند ادبیات با اینکه طول سال با یک تا میخوندم به هر دلیل تابع نبودم، برنامه اجرا نکردم، من بیش از 15% نزده بودم. من با تر اسفند در رشته تجربی تونستم به اندازه رتبه های تک رقمی تجربی ادبیات بزنم و گفته 4 حرف ت الف به عین تو رو به اوج میرسونه تابع بودن. خب حالا یه سوال، استاد اختصاصی ما که قرار در اردیبهشت تشکیل بشه و من قرار شد بیام در تر عمومی اسفند بشینم که هم عمومی رو زودتر تموم کنم، هم 40% عمومی رو بیارم تو اختصاصی، یعنی دو تا کمک. حالا من میخوام بدونم که تا اون زمان که قرار این شروع بشه، منی که شاگرد تو هستم، خب طبق روال شما حرکت میکنم و یک تا یه برنامه هم در عید هم برای عمومی هم اختصاصی جداگانه به ما میده و من تا پایان فروردین طبق برنامه‌ای که یک تا در عمومی و اختصاصی میده، اونایی که شاگرد ما بودن، طبق اون حرکت میکنم و آماده و قبراق در اردیبهشت ما میام تو کلاس نکته تست اختصاصی. اما منی که با تو کلاس نداشتم، منی که کوتاهی کردم، منی که به هر دلیل دیر به کلاس اضافه شدم و و و منهای دیگه و نکته‌های دیگه، من تا اون زمان این قسمت شاید شما نیستم، عقبم هستم. من چه ها رو بیشتر بخونم؟ اگر شاگرد من هستی و عقبی، خیلی عقبی، برو فقط قسمت هایی رو نگاه کن که من وزن رو درس دادم، خورده دیگه تو جلسات، از قافیه گفتم، اصلا قافیه تو دو جلسه است، و اومدم از سبک ها حرف زدم، بیام اون قسمت ها رو تا اون موقع بیشتر ببینم، چون آرایه ها و دستوری که عقب افتادم و در تر اسفند یکتا میتونم به جای دیدن جامع با برنامه اسفند حرکت کنم، یعنی جلو بیفتم. ولی منی که با یکتا، حالا تو کلاس یکتا نیستم، قشنگ گوش کن، بس اول تکلیف مشخص کنیم، آقا من تو کلاس شما نیستم، تازه اضافه شدم، حالا یا ضعیفم یا متوسط یا قوی، هر چی هستم، من تا اون موقع چی کار کنم؟ کلاس جامعه شما نیستم که بگی برو اینا رو ببین. من بجات باشم، تنها چیزی که تا اون زمان خودم رو یه کوچولو آماده میکنم، طب شناسی و تاریخ ادبیات. پس عزیزانی که با ما تو کلاس ها هستن، عقبن یا هر دلیل، میتونن تا اردیبهشت ما فقط مباحث وزن و قافیه رو مرور کنند و سبک تاریخ ادبیات، حالا خواستن خواستن دیگه با خودشون. اما عزیزانی که با ما درس نخوندن، تو کلاس جامعه نیستن و قرار از هفته بعد و امروز که کلاس تشکیل شد در نقطه تست عمومی بشینن و اختصاصی رو از اردیبهشت ما شروع کنن، چه ها رو باید بخونن؟ عزیزان من، اگه کلاس نبودید، عنوان نبودید، فعلا به وزن و قافیه گیر ندید، اونایی که نبودن، و فقط سبشناسی و تاریخ ادبیات بخونید تا اون موقع. جزوه ای هست، نه از رو کتاب بخونید، از رو هر کتابی خواستی بخون. تاریخ ادبیات، سبشناسی، یعنی سبک خراسانی، عراقی، هندی، دوره بازگشت و بیداری، دوره معاصر، همه رو جمع میکنی، خودت خلاصه نویسی میکنی هر هفته یکی دو تا از سبکا، و بعد تاریخ ادبیات، منظورم شاعر کیه، آثارش چیه، در چه موردیه، شاعران این دوره کیا هستن، همه اینها رو یه دستبندی میکنی و هر هفته سعی کن یک مبحث از تاریخ ادبیات دهم یا یازدهم و دوازدهم رو بررسی کن، بقیه رو دیگه نمیخوام. این شد حرفایی که شماها در طول این چند هفته اونقدر از من و از دستیارا مخصوصا پرسیدید و دستیار نمیتونست با پیام دادن کوچولوهای طرف میپرسید دوباره سوال بعدی میپرسید اینو چیکار کنم، دوباره اونو میگفت آقا اینو چیکار کنم. خب حالا در ساعت اختصاصی عزیزان ما قرار چیکار بکنیم؟
ما در مبحث وزن ما در هر هفته برنامه‌مون اینجوریه که هر هفته وزن خواهیم داشت، هر هفته سبک شناسی و تاریخ ادبیات خواهیم داشت. یعنی ما کل اون 8-9 هفته رو از 3 ساعت میتونم بگم، که 1 ساعت و نیم وزن، 1 ساعت و نیم وزن قافیه، 1 ساعت و نیم سبک شناسی و تاریخ ادبیات بررسی کنیم. و من میتونم بگم اگر هیچ هم نخونده باشی، کاملا صفرم باشی، من همه اینها رو تو رو به یه نقطه اوجی برسونم. این اوج بستگی به تو داره. مثلا دانش آموزی که در طول سال با ما بود گفت آقا من 6 سوال وزن و قافیه رو دوتا رو درست زدم، اونایی که خوندن و در نقطه تستم بودن. یا یکی گفت آقا یکیشو من شک داشتم، یا اصلا یه دونه نزدم، یه دونه غلط بود. تو سبک‌شناسی هم تاریخ ادبیات گفت با شما مرور کردم از 10 تا 8 تا 9 تا رو زدم تو بدترین حالت. 8 تا قافیه، 2 تا 10 تا وزنم، فکر کن 4 تا 14 تا 14 تا از 18 تا تا همینجا بدون آرایه، بدون تاریخ ادبیات میشه حدودا نزدیک 50%. این اگه 15 تا میشد 50 درصد رو میگفت استاد من تونستم نمره بیارم، خارج از آرایه هایی که اینجا زدم، خارج از ارزم بود شما اون چیه قرابتی که اینجا استفاده کردم. حالا عزیزان من، ما در کلاس نکته و تست اختصاصی قراره در سبک تاریخ ادبیات و بعد چیکار کنیم؟ آیا فقط تست میزنیم؟ نه، ما اول تدریس داریم. یعنی اگر یک تا مبحث تختی رو مثال میزنم 3 ساعت تدریس کرد، حداقل 45 دقیقه برای من وقت میذاره تدریس و مرور میکنه. فرقشون چیه؟ تدریس که تموم شد میگیم، مرور یعنی چالش ها رو توضیح میدم که طراح در این مبحث چه سوالاتی میتونه بگه که تو اذیت بشی قبل از که تست رو ببینی، و بعد ما رو وارد نکته و تست میکنه. خب بعد به ما تست نشون میده و در تست ها کنکور 98 99 400 رو همه رو آنالیز میکنه. و خاطرتون باشه 50% نوع سوال در کنکور هر سال شبیه کنکور 3-4 سال اخیره. و شما در اون 3 سالی که من تمام سوالات رو آنالیز میکنم، آنالیز یعنی توضیح میدم، بعد میگم امسال چطور مطرح میشه، حاشیه این سوال میتونه چی باشه، تای این سوال میتونه چی باشه. عزیزانی که تایم قبلی بودی دیدید من دستور رو وقتی شروع کردم، یا وقتی آرایه استاره و تشخیص شروع کردم، اول یه بار قاعده گفتم، بعد هی چالش ایجاد کردم، این سوال اینجوری تای سوال چی، گفتم هنوز ادامه داره. یعنی در اصل شما در نکته و تست در اصل میشه عقاب میمونی که از بالا نگاه میکنی، ولی در کلاس جامعه درسته من همه رو آموزش میدم، ولی تو گاهی وقت با هر سوال در یه جور برخورد میکنی. مثلا یکی میگه من ساده ترین سوال استاره رو میدیدم، بازم هر چی شما گفته بودی رو فکر میکردم، ولی تازه فهمیدم سوال اینجوری اومد، این کارو کنم، اینطوری اومد، این کارو کنم، چالش هاش کدومه. خیلی مهمه. به قول یکی میگفت آقا کمترین حد نکته و تست اینه که دانش آموز قوی رتبه نوع کنکور خانم شمیم شفیون سالهای خیلی پیش میگفت، من تازه فهمیدم که در نکته و تست مواظبته. خیلی حرفا میگفت شما مواظبت میکنی از ما. در نکته و تست شما به ما هشدارها رو میگی، چالش ها رو قبل از تست برای ما در میاری، چالش هایی که میتونه ایجاد بشه رو میگی که من هیچ وقت نمیتونستم اینطوری به چالش ها فکر کنم. وگرنه شاید داناییم خیلی اضافه نشد، ولی برخوردم با سوال، نوع سوال و تیپ سوال رو میدونستم چیه. این خیلی مهمه. خب پس استاد من فهمیدم که به چه شکل عمل میشه. حالا عزیزان من، ما مثلا ببینیم الان به عنوان مثال این کنکور 1400 و من قانونا باید یه قسمت رو درس میدادم برای شما. خب سوالات رو اول میبینم، این دفترچه است درسته؟ آره. بریم ادبیات اختصاصی. نگاه کنید سوالات رو ببینید، تیپ سوال اول ببینیم.
تیپ سوال. خب سوالات اختصاصی با مبحث سبک شناسی قفل کرده، با مبحث چی رو؟ خب تا آقا عرفان برای ما درستش کنه گوش کنید، ببینیم تیپ سوال اول، ببینیم سبک چیه، تاریخ ادبی چیه. اصلا شما یکی میگفت استاد من 3 سال اخیر کنکور رو فقط اومدم تاریخ ادبی رو دیدم، اصلا اوضاع اومد دستم که آقا اصلا من کجای کارم، من امروز میخوام تو رو آگاه کنم تو کجای کاری، حالا یا خوندی یا نخوندی ببینیم، خوندی کجای کاری، نخوندی باید چطور حرکت کنیم. و تاریخ ادبیات من سعی میکنم در برنامه اسفند، آخر اسفند، برنامه از تاریخ ادبیات سبک بدم. عزیزانی هم که با ما کلاس نداشتن در اختصاصی ولی در عمومی نکته تست نشستن، بهشون بدیم که بتونن سبک شناسی و تاریخ ادبیات مرور کنن و حتی جزوه سبک شناسی و تاریخ ادبیاتی که طول سال به دانش آموز جامعه خودمون دادیم یا تو برنامه گذاشتیم و ببینه. خب ما نکته در نکته تست عمومی 250 صفحه جزوه با تست قرار دادیم که تا روز پنجشنبه میتونید سفارش بدید، تا پنجشنبه هم در پنلتون قرار میگیره. علت قرار نگرفتن سیل جمعیتی که الان اصلا نمیدونن کی ثبت نام کی ثبت نام نیست و جزوه هم جو نمیتونن تو پنل همه بذارن و در اصل مشکل منه. چرا؟ چون من مجبور میشم دوباره توضیح بدم، تو اصلا نگران نباش دیگه. خب ببینیم حالا تیپ سوال از کنکور 1400 1399 چیه و سوالات شما ببینید و ببینیم که ما به چه شکل آموزش میدیم و تو قراره چه کار بکنیم. امروز قشنگ گوش کن عزیز من، امروز ببین اون روزو. و باز هم من عقیدم اینه که اگر شما اون چه که ما میگیم و انجام بدی، ببین به کجای کار میرسی. خب اول دفترچه عمومیه چون دانلود شده از سوالات کنکوره، میریم ادبیات اختصاصی نگاه کنیم. خب اینجا رو نگاه کنید، سوالات اول با چی شروع میشه؟ با تاریخ ادبیات. تیپ سوال غالبا همینه، تاریخ ادبیات. یعنی دانش آموزانی که به هر دلیل در تاریخ ادبیات کوتاهی کنن، همون اول رویشون از دست میدن. بقیه سوالات رو ببینید، ما دو گروه سوال داریم، یه گروه سوال سبک میده، یه گروه سوال عرضم بود شما ویژگی های دوره رو میده و یه گروه سوال آثار میده. آثار مثلا در سوال اول ببینید، در سوال اول کدام موارد از ویژگی های فکری سبک خراسانی محسوب میشه؟ فکری. ما تیپ سوال ببینیم. خب این من کلی توضیح دادم برای دانش آموزای خودم. ببینید ما 3 نوع تیپ داریم، ما ویژگی های زبانی داریم، ویژگی های فکری داریم و ویژگی های ادبی داریم. اینو گوش کنید، ویژگی های زبانی شامل چیه؟ لغت، که لغات رو بررسی میکنه، عربی فارسی سخت راحت، بررسی لغت از دید ساده بودن سخت بودن، از دید زبان عربی و مغولی و ترکی و اینها، از دید کلمات و لغت‌های معجور دور افتاده و از دید دستور زبان فارسی، مثلا این کلمات کاربرد دارن اینجوری استفاده می‌شده. ادبی هم شامل آرایه هاست، آرایه ها تشبیه استاره کنایه، یا بحث ردیف و قافیه، بحث قالب‌های شعری، یعنی تقسیم بندی اینها از این لحاظ الان ذهن تو باز میکنه کدام موارد از ویژگی های فکری سبک خراسانی محسوب میشود. فکری رشد غالب غزل تو فکریه، تازه با یه چیز ساده، هنوز من سبک و درس ندیدم، برگرفتن از تشبیهات فکریه. یعنی شما همین الان نگاه کنی میتونی با همین ها ردگزینی کنی. حاکم بودن روح حماسه
نه زبانی نه ادبی. پس الف 100 درصد هست، نگاه کنید. هر روی این دو تا همین الان اینجوری میتونم خط بزنم. و بین ب و دال واقع گرا بودن شعر نوعی برخورد با تست. حالا من درس ندادم ها، ولی تیپ سوال میگه وای یکتا، پس تقسیم بندی این زبانی فکری ادبی قبل از این که من بپردازم اون سبک چه گذشته، همین ریز نکته این تست دانش آموز مشخص میکرد، بدونی که اصلا بره بگه وای من ویژگی‌های سبک خراسانی رو قاطی کردم. یا بیری پایین تر، در همه ابیات ویژگی‌های فکری سبک خراسان عراقی مشهود است. فکری یعنی بود آرایه نیست، بود غالب شعر نیست، بود سخت بودن و راحت بودن زبان نیست. حالا فکری شامل چیه؟ چه مواردیه؟ هر چه غیر از اینها. مثلا یه باره میگه مبحث عشق قرار میگیره، حماسه میاد وسط، شعر واقع‌گراست، غیر واقع‌گراست و و و اینا میشن فکری. حالا من در این تست باید چطور برخورد کنم؟ همه مشهود است بجز. آقا ما موضوعاتی که در سبک خراسانی داریم و در عراقی بالعکسشه. در خراسانی چی داریم؟ حماسه داریم. خراسانی تا قرن حدود 6 حتی نزدیک 7، فردوسی اینجاست قرن 4، ولی شما در سبک عراقی حماسه وجود نداره. چرا؟ چون زبان عربی و مغولی و ترکی با حمله اینها در ایران شروع شد. دیگه از ویژگی ها ما عشق داریم. عشق در سبک خراسانی زمینیه. چرا؟ چون مقام عاشق که مرده از معشوقه که زنه بالاتره. معشوقه جایگاه خاصی نداره. وقتی عشق زمینی باشه، عاشق رستم هر جا رفته ازدواج کرده، حالا ما یکم به شوخی هم میگیم، این عاشقی که در اوجه هر کسی ببینه نظرش عوض میشه. برآمد قیرگون ابری زروی نیلگون دریا، چرا یه عاشقان گردان چو تپ بیدلان شیدا. یه ابری اومد تو آسمان، هی عوض میشد، کوچیک میشد، بزرگ میشد، دقیقا مثل نظر یه عاشقی که با دیدن هر کس، هر معشوقی نظرش عوض بشه. عشق زمینیه، ولی در سبک عراقی عشق زمینی از بین میره. عشق این معشوقه است که اوج میگیره. پس سردمدار لیکنندگان عاشق هم حافظه. حافظ میگه به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینه. من چشمای معشوقه دیدم تسلیم، نه خدا نه پیغمبر، هیچی نداره. و عشق وقتی معشوقه مقامش بالا بره، عشق چیه؟ عشق دیگه آسمانی میشه، به خدا وصل میشه. و وقتی عشق به خدا وصل بشه چی زیاد میشه؟ مباحث عرفانی، دینی، عرفانی دینی، رود زاهدی، صوفی، مباحث فلسفی. اینجا بیشتر مباحث عقلی، اینجا بیشتر مباحث عاشقانه و عارفانه است. اینا رو من در سایه کلاس درس دادم، ولی اینجا تو رو دعوت به چالش میکنم. میگه خبر از عشق نبود است و نباشد همه عمر، هر که او را خبر از شنعت و رسوایی باشد. میگه هر کس به رسوایی فکر کنه عاشق نیست. پس عاشق کسی که به رسوایی فکر نمیکنه. کدوم عاشق؟ عاشقی که عاشق کیه؟ معشوق است دیگه. یا کنی برخورد با تست، با رد گزینه. و آدمی که عرفانی فکر میکنه تابع مشیت خداست، هر چی که خدا قضا و قدر براش بذاره تابع اونه. می صوفی افکن کجا میفروشند که در تابم از دست زود ریایی. مباحث مثل زود، ریاکاری، خدا پرستی. برخورد با تست رو ببینید. اصلا بحث من جواب نیست. آنالیز تست. خب تیپ سوال بعدی رو ببینید. عزیزان من 4 تا بیت داده و پرسیده اینا از کیان. بعضی از بچه‌ها میگن آقا ما باید همه شعرا رو حفظ کنیم. ببین شما یک دوره سوال کنکور رو نگاه کنی، اوضاع میاد دستت که سبک چجوریه، چجوری سوال میاد و نوعی برخورد با تست و چالش. ببین چوری چالش‌ها رو برات حل میکنم که تو با کمترین معلوماتم رد و گزینه کنی.
آیا به ما باید کل شعرها رو بخونم بگم از کیه؟ اصلا اگه چنین چیزی هم باشه اصلا ارزش خونده نداره. ولی بیت هایی رو میتونن به ما سوال بدن که از کیه؟ که اون بیت قبل از اینکه مثال از شاعر بزنن مثلا میگن ایشون در وصف آزادی شعر گفته، بعد یه بیت میارن قبل از اینکه ابیات دیگه‌شو بیارن. اون بیت هایی رو که خود نویسنده کتاب شاخص میکنه، میگه این بیت به خاطر این مسئله گفته شده، اونها رو تر را بیشتر بهش گیر میده. پس ما داریم تاریخ ادبیات میخونیم، ادیب ممالک فراهانی میخونیم، قبل از اینکه اون شعرهای پایینش که هست رو بررسی کنیم ببینیم آیا شعر رو در بالا جدا کردیم، نوعی برخورد اون با. خب اینجا آثار نوعی برخورد با ادب ماست. همه موارد در مورد بیانگر ویژگی‌های سبک ادبی شعر معاصر، بازم سبک دوره معاصر چی گذشته؟ گفته ادبی. آها، ادبی یعنی وزن، یعنی قافیه، یعنی قالب شعری، یعنی قافیه و ردیف، یعنی قالب شعری، یعنی آرایه های ادبی. اینا میشن ادبی، اینا میشن ادبی. سادگی و روان زبان شعر، نگاه کنید، انتخاب وزن، قبل از اینکه من اصلا بدونم ویژگی هایش چیه، ادبی و نکات دیگه. دوباره آثار رو نگاه کنید. پس ما در تاریخ ادبیات اولین چیزی که روش حساب وا میکنیم آثاره. عزیزان نگاه کنید، من اولین کاری که میکنم، کمترین کار اینه که هرچه آثار در کتاب دهم، یازدهم، دوازدهم هست رو جدا میکنم، جمع کنی سه چهار صفحه نمیشه، همه رو جدا میکنم و کنارش هم باید بنویسم که اون اثر نثر نوشته است یا نظم شعری، و باید کنارش بنویسم که در چه موردیه. اونا رو باید جدا کنم. اولین کار در تاریخ ادبیات چیه؟ اولین کار جدا کن آثار، جدا. چون آثار مثلا اینجا نوشته تهران مخوف، یک تا یک نکته در تهران مخوف تو جزءش هم هست گفته. چی گفته؟ گفته تهران مخوف مشفق کاظمی، گفته آقا کاظم از تهران خوف و ترس داشت، رمز گذاشته. چرا؟ به خاطر کرایه خونه های تهران، به خاطر مشکلات تهران که حتی بیشتر از شهرستانه. پس آقا کاظم از تهران خوف و ترس داشت. مشفق کاظمی خط میخوره، مشفق کاظمی. و من راحت حتی با رمزهایی که من میخونم یا خودم برای خودم رمز دارم میتونم ردگزینی کنم و دوتا رو با هم بسنجم که کدومی که از اینها آثار کدومه و فرقشون. همسایه ها احمد محمود پس نمیتونه باشه. جای پای خون یا سید مهدی شجاعی یا علی مؤذنی، منو به جواب میرسونه؟ تقسیم بندی برخورد با تست. بعد آرایه ها شروع شده، نگاه کنید آرایه ها 145 استاره، 146، 147، بج شبه 148، آرایه های بیت زیر 149، 150، 151. 51 نگاه کنید تا سوال 145، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151. 7 سوال من آرایه است. آرایه هایی که در ساعت اختصاصی آموزش میبینم این هاست: لف و نشر، نوی استاره، بقیه در ساعت عمومیه. نوی استاره، استاره رو در ساعت اختصاصی یاد میگیرم، عمومی نوی استاره ساعت اختصاصی. در اینجا این آرایه ها مال عمومیه، فقط با عمومی هم جواب میرسم. بج شبه مال عمومیه، تو اونجا آموزش میبینیم. در اینجا آرایه ها رو نگاه کنید، لف و نشر و موازنه مربوط به رشته صرف انسانی، ارکان تشبیه وجود دارد مربوط به ساعت عمومی، و در اینجا همه آرایه ها از کنایه و جناس و ایهام تناسب استاره به غیر از لف و نشر. یعنی شما یا در تستا از آرایه‌ای که فقط مخصوص انسانی نمیبینی، یا اگه هم میبینی برای یه دونه است، ولی اون چند تا دونه از
انسانی اتفاقا به تو کمک بیشتری در تست میکنه، ولی تو باید اونجا دیده باشی که اینجا در موردش نظر بدی. خب مثلا لف و نشر نگاه کنیم تأثیرش چقدره. عزیزان یک گفته به جیم جیم، ممکنه در هر دوتا باشه، شاید لف و نشر رو ما چی گفتیم؟ ما گفتیم در لف و نشر حلقه اتصال اول یکی از نشانه های واو ویرگول یا موجه و ابروی او دیدم و با دل گفتم که به جان از پی آن تیر و کمان. در لفونش کلمات قبل و بعد واو با کلمات قبل و بعد واو در طرف اول و دوم. خب جیم آقا بی، من مات صورت تو که در کارگاه حسن خورشید را گدا و تو را شاه میکشند. یه واب دارم، آیا میتونم اینا رو با هم وصل کنم؟ یعنی همین نکته واب ویرگولیا میتونه برای من رد گزینه کنه؟ آیا حتما باید این واب در دو طرف دیده بشه؟ نه، استثناء گفت یک تا. یعنی آرایه‌ای که فقط مخصوص انسانیه کلن خیلی برای ما رد گزینه میکنه، حتی با نگاه همیشه رد گزینه کرد. مثلا موازنه چیه؟ کلی توضیح میدیم سر جاش، ولی موازنه کلماتی هستند که دو به دو با هم هم وزنند. در وزن، بزم لعل، ز رخ سار، ش کر بار. تا اینجا دو می، دو صد. دونه دونه بررسی کن، باید همه شون هموزن باشن. برفروز برفروز، فو رو ریز، شم و نقل، کلمات هموزن. اینجا عشق و شم، پرد جامع، ناموس فانوس، دیدن مشکل است، مشکل است. بله استاد، یا اینه همند یا هموزنم. یعنی من سه رو با همین موازنه میتونم رد گزینه کنم، رد گزینه نکنم، بگه هر دوتا دارد. با موازنه ای که تایید میشه به تشخیص فکر کنم ببینم به جواب میرسم. موازنه لفونش در بزم زرخسار، دو ست وز لعل شکربار، می و نقل فرو بیست. نکته لفونش میتونه یا برای من رو به جواب برسونه یا حداقل برای من ردگزینه کنه. بس من فعلا زدن تست نیست، تستایی که مخصوص رشته فقط انسانی و انسانی، مثلا این سوال اصلا رفته دیگه به انسانی نداره، با آرایه هایی که غیر از اوناست به جواب میرسید. نوع استاره گفته بررسی کنید. نوع استاره در همه ابیات با شعر زیر یکسان است. ما استاره رو اونایی که در تایم قبلی سر کلاس بودند در موردش صحبت کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم استاره چهار حالته. ای اینجا ندارم. اضافه استاری، می ترابد مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند در چشم ترم. نه استاد، استاره اضافه استاری هم ندارم در ظاهر. فعل، بله، می ترابد مهتاب، ترابیدن ترابوش کردن مال مهتاب نیست، فعل مال خودش نیست. ایشون دنبال چنین استاره برای ماست. فعل اگه تو زیرگروه خودش نباشه استاره مکنی است. من متناسب با تایم قبلی دارم میگم. یعنی میسی که یکی از ما پرسیده استاره که در اینجاست کجا میبینی؟ هر جا فعل و اضافه استاری باشه مکنی است. فعل و اضافه استاری، یعنی من دنبال فعل و اضافه استاری میگردم. باغ سلام میکند، سرو قیام میکند. آقا این چه استاره پیدا کردم؟ فعل. حالت دوم و سوم استاره، هر جا اضافه استاری باشه، هر جا فعل، استاره ما استاره مکنی است. آقا از ما استاره مکنی خواسته. و چارتا رو نگاه کنی گفته همه یکسان است بجز. آقا این رد گزینه. آقا این رد گزینه. از ترش روی گردون گله بی انصافی است.
خنده برق اضافه استاری برخورد با تست. مثل که یکی از ما پرسیده آقا در کدومی که از گزینه‌ها شما اضافه استاری و مشکل فعل دارید؟ و یه باره نگاه میکنه میگه استاد این چقدر جالب، با نوع سوال چقدر میشه بازی کرد. بله برخورد با آرایه‌های ادبی. آقا بچه شبه مربوط به تشبیه، ارکان تشبیه بازم مربوط به تشبیه، نگاه رو تشبیه که فقط مربوط به عمیه چقدر میشه بازی کرد. آقا کدام ابیات فاقد ردیف است؟ حالا میریم سراغ ردیف و قافیه. چند تا سوال ازش داریم. آقا یه سوال اینه، و یه سوال اینه فعلا در قافیه برخورد با سوال. ردیف چیه؟ دو کلمه است عین هم با معنای یکسان، گویم گویم، چون گویم چون گویم. خوب گوش کنید. به من بری رحمت بری نیست اینه هم باشد تو باشه. ردیف کلمه آخر یا دو کلمه آخره که اینه همند. آقا اینا همه شون دو کلمه اینه هم دارن. حالا یکتا در قافیه چی میگه؟ ما در مبحث ردیف و قافیه فکر کنید، پس ما در نکته و تست میایم سوال نشون میدیم و بعد قاعده رو مرور میکنیم. بچه ها نکته چیه؟ ردیف دو کلمه است عین هم با معنای یکسان، بله، و میتونه در شعر باشه میتونه نباشه، بس یه به قالب شعری. قافیه دو کلمه است که قبل ردیف بیاد که در حرف و حروف آخر یکسانه. ردیف میتونه یک کلمه باشه میتونه دو کلمه باشه. خب الان من اینو چطور بزنم؟ آها، یکتا یه تذکر ذکر کرد. چه گفت؟ نگاه کنید، یکتا یه تذکر گفت. تذکر ما چیه؟ آقا یکتا تذکری گفت، گفت اگر دو کلمه در پایان دو مصرع بیاد عین هم نوشته بشه و معناش فرق داشته باشه، مثل بگفت از دل جدا و کن عشق شیرین، بگفت تا چون زیم بی جان شیرین، گفت اگر دو کلمه عین هم باشند ولی معناشون متفاوت باشه، یکی نام شخص یکی نوعی مزه است، این دیگه ردیف نیست، نامش قافیه است. پس تذکر، اگر دو کلمه عین هم باشد ولی معنایش یکسان نباشد، نامش ردیف نیست، نامش قافیه است. عدید آرایم جناس همسان. اگه من دوتا شیرین ها رو ردیف بگیرم قبلش قافیه ندارم و شعر بدون ردیف میمونه، اما بدون قافیه نمیمونه. حالا عزیزان با همین نکته که قبلا فکر کنیم ما در کلاس ها درس هم دادیم، ببینیم ترا چی بازی کرده. یکی دیگر رو زدم. کنکور 1400 بود دیگه، فکر کنم یکی خارج از کشوره. بله قفله؟ نود و هشت بله. خب من قصه خیشتن به تو چون گویم، خب چوگان بزند چون گویم. بله آقا ما تو تو گوی داریم، یک گوی به معنای بگویم، یکی گوی و چوگان توپیه. تنگ شد از غم دل جای به من، یک دل و این همه غم وای به من.
من و من ردیف جای و بای کافی. مشو تا توانی ز رحمت بری، که رحمت برندد چو رحمت بری. بری به دو معنا، گدایی که بر خب کدام ابیات فاقد قافیت، فاقد قافیت تو بخشید فاقد ردیف. خب من که میدونم به من و به من ردیف، چون ما جای به من دو تا من با دو معنا نداریم. به من، من میام روی به خط میزنم، یعنی ردیفو داره. الف و الف معناش فرق داشت، اگه اونو نمیدونستم اینو میدونستم. و بین دوتا الف جیم دال، الف جیم ه. گدایی که بر خاطرش بند نیست، به از پادشاهی که خرسند نیست. نیست به معنی نیست خود وجود داشتن. خوشان که نگاهش به سر به پای تو باشد، آوینه صفت مه به تماشای تو باشد. آقا ما دو تا است و نیست داریم، کلماتی که به دو شکل معنا میشه. و اگر من عرضم بود رو شما که بیام دو تا نیست ها، میتونه یکیش معنی وجود نداشتن بده. گدایی که بر خاطرش بندی نیست، بندی وجود نداره. پس نکته ای که یکتا در مورد قافیه گفت این بود که اگر دو کلمه در پایان دو مصرع بیاید عین هم نوشته شود، معنایش فرق داشته باشد، نامش ردیف نیست، نامش قافیه است. دو تا من ندارم، با ب میتونم یک و دو رو حذف کنم. و حتی یه نکته ساده، و اینکه فرق نیست و باشد اینها چیه، در دستور زبان فارسی بهش پرداختیم که است و باشد اگر به معنی است و نیست فرق نمیکنه، معنی وجود داشتن بده، قرار دادن بده، فرق میکنه. من یه بار میگم هوا سرد است، خود است. یه بار میگم نان در سفره است، نان در سفره میباشد، یعنی نان در سفره قرار دارد، وجود دارد. یعنی اومده از این نکته برای ما استفاده کرده و برخورد داده است. عزیزان خواستم یک کوچولو با کمترین معلومات، با کمترین معلومات، حتی اگه بگی هیچی نمیدونم، به تو ثابت کنم که کنکور 1400 که دیگه نهایتاً اوج کنکوره، ثابت کنیم که وقتی مباحث رو مرور میکنیم و توضیح میدیم، تو حتی با کمترین معلوماتی که دو تا از گزینات هست میشه. ما پارسال برای دانش آموز انسانی 2 ساعت و نیم در آخر یک همایشی گذاشتم، 2 ساعت و نیم، و گفتم ترو چی کار میکنه. فیلمرم رایگان سر جاش در اختیارتون میذارم. قبل از کنکور گذاشتیم، برید سوال کنکور رو ببینید، ببینید در اون 2 ساعت و نیم کسی که هیچ هم نمیدونسته، من نمیگم رفته صد زده، نه اینا دروغه، ولی ببین چقدر دانش آموز گفته استاد واقعا منی که صفر بودم تونستم یه گروه از سوالاتو بزنم، منی که متوسط بودم فهمیدم استاد چقدر با اونها میشد در جا رد و گزینه کرد. این میشه نکته و تست. اول تستو میبینی، بعد عنوان، بعد چالش ها، بعد تای بازی که آقا از این سخت ترم داریم، آقا اگه سوال اومد چی کار کنیم، الگو چی. عزیزان خواستیم به شما بگیم هواتونو داریم، دوستتون داریم، و شما از هفته بعد سر ساعت 17 چه اونایی که با ما درس میخونید چی نمیخونید، در ساعت عمومی ادبیات بشینید. اونایی که امروز نبودید آفلاینش رایگان در اختیارتون قرار میگیره، ولی باید اعلام کنید آیا در اسفند میخواد بشینید یا اردیبهشت، که اگه اسفند دیگه نشستی دیگه اردیبهشت نیست. اگه اردیبهشت انتخاب کردی بعد از مدت دیگه نمیمکن نتونی برگردی. ولی من به تو میگم اگه دانش آموز قوی هستی، ضعیف، متوسط، حتی قوی هم هستی، بازم در تر اسفند بشی. اگر دیگه خیلی قوی هستی و همه مباحث رو میدونی و اصلا ضعف نداری و پله پله با ما جلو اومدی یا خودت همت کردی، میتونی هر دوتا رو در تر اردیبهشت بشینی. ولی من عقیدم اینه که تا 95% دانش آموز انسانی ترش رو از اسفند انتخاب کنه، اومی رو اختصاصی رو از اون، تا باری از خودش در اسفند در اردیبهشت برداشته بشه به نام عمومی، تا باری به نام آرایه و قرابت حدود 40% از اختصاصیش برداشته بشه. و اگر از اسفندم با من شروع کنی، در اردیبهشتم با ما همراه باشی، من عقیدم اینه که میتونی حتی از صفر به بالای 50 برسی. زدن حرف ساده است. شما محمد امین رو دیدید ما در برنامه آوردیم، محمد امین گفت ما فقط در نکته تست شما بوده، کسی که بالای 90 میزنه فقط هر چی گفتی گوش کرد.
خسته نباشید. اگر چت رو بس نکردم چون جمعیت زیاد بود، با این حال به شما هم جزوه نقطه تست انسانی در اردیبهشت ما میدیم. عمومی رو هم تا پایان پنجشنبه در اختیارتون قرار میگیره و طبق این الگو فقط تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی رو دانش آموز غیر ما شروع کنه به خوندن. جزوه هم در پایان اسفند، حتی اونی که با ما درس نخونده، اونایی که ثبت نام کردن در اختیارشون قرار داده میشه و جزوه اختصاصی انسانی هم در هفته اول اردیبهشت ما ارائه میشه. به پایان آمد این دفتر، فعلا دانش آموز خود ما کلاس داره، به پایان آمد این دفتر و حکایت هنوز باقی است. خواستن امروز بگن آقا این بچه‌هایی که با خود ما هستن برنامه نباشن، حالا امروز نکته تست بذارید. ولی عزیزان من نگرانتون بودم، نمیگم بازم ریزعلی هستم، پتروس هستم، وظیفمه. گفتم باشید، پس هفته بعد چه اونایی که با ما درس میخونن چه نمیخونن، ساعت اول ساعت 17 باشید که انشالله با هم اوج بگیریم. چطور بس کنید، حال بچه‌ها رو بپرسیم. حال حالتون رو به ما بگید، حالتون رو به ما بگید، وضعیتون رو به ما بگید و امیدوارم که عالی باشید و امیدوارم که به درجه اوج برسید. خب خسته نباشید و موفق و پیروز باشید. عزیزانی که با ما کلاس دارند، ساعت 9:30 شروع به تدریس می‌کنیم. 9:30 خسته نباشید.